در شهر فرشتگان هستیم و در شهر فرشتگان معتقد هستیم که فرشته به انواع صور ظهور میکنه. فرشته حتما نباید بال داشته باشه. من امشب سه فرشته رو دیدم. سه فرشته مثل دسته گل، سه دختر ایرانی که من جلوی شماها تعظیم میکنم. شما کاری که کردید خیلی قدرت میخواد. ما پسرها که خیال میکنیم خیلی پسر هستیم همچین قدرتی رو نداریم و بهتون افتخار میکنم. اسمتون بود؟ نرگس. نرگس. سروناز. سروناز. عطیه. عطیه. حالا کدومتون اول میخواید بگید که چیکار کردی؟ برای اینکه من توضیح هم همون میدم، ولی خب شما هم دلم میخواد بگید. تو همونطوری که صحبت کردیم بریم اول به تو. ما در مورد سل تحقیقات کردیم و یعنی سیچویشن ایدز توی ایران و توی بیمارستان مسیح دانشواری کار کردیم. خیلی واقعا تجربه عالی بود و امیدوارم که بتونیم دوباره این کارو بکنیم. خیلی خوبه. قشنگترینش اینه که چی باعث شد که شماها قبول بکنید یه همچین کاری رو انجام بدید که الان وسط درس خوندنتون در دانشگاه هنوز درستون تموم نشده بلند شید برید به یه سری هموطنتون کمک بکنید که اینو میتونید هر جای دیگه دنیا بکنید، ولی شماها انتخاب کردید که در ایران این خدمت رو بکنید. ممکن بود اینجا در یه مریض خونه برید این کارو بکنید. چی این قلقلک رو بهتون داد که اینطوری بشین؟ بگو. ما اولش من خودم شخصا می‌خواستم هم آفریقا تحقیق انجام بدم، چون همه دانشجو رو می‌شنوم میان آسیا یا آفریقا یا کارهای مختلف چه جاهای مختلف دنیا میکنن. هیچ کس رو نشنیده بودم من خودم که بره ایران بخواد چنین کار رو انجام بده یا تحقیق انجام بده. اینکه ما خودم خیلی هر ستامون دوست داشتیم یه راهی رو پیدا کنیم که بتونیم بریم راجع به ایدز تحقیق کنیم و دکتر علی رو بالاخره تونستیم پیدا کنیم که ایشون هم خیلی سپورتیو بودن، کمکمون کردن. اون وقت تمام خرجتون رو خودتون دادید درسته؟ بله، خرجمون رو همه رو خودمون تقابل کردیم. از کجا پول آوردین؟ دانشجو که پول نداره که بالاخره شغلای تابستونی یا شغلای پاره وقت که تو دانشگاه بمونن تو تونستیم خرج خودمون رو تامین بکنیم. حالا من که این کنار ایستادم همیشه فکر میکنم که با ایدز روبرو شدن خیلی وحشتناکه، میترسم. میدونی یه قطره خون یه... و شما یهو رفتید دخترای به این خوشگلی به این نازنینی رفتید تو دل کسانی که دراگ ادیکت هستن، کسانی که معتاد هستن، کسانی که ایدز دارن، سوزن، تمام این چیزا، نترسیدین؟ منم پروژه که روش کار کردم با بیماران که مبتلا به HIV AIDS بودن به طور مستقیم باشون اینترویو داشتم و اولین بار که میخواستم وارد کلینیک ترینگل کلینیک بشم خیلی ترس داشتم، ولی اولین پیشنتی که اومد با خیلی ریسپکت زیاد نشست و تمامی سوال من جواب دادن و من یه کوشنر نزدیک 100 تا سوال داشتم و وقتی که نشستن صحبت کردن و استوریشون رو گفتن من خیلی بیشتر اینترستد شدم که هم بیشتر باشون صحبت بکنم و هیچ ترسی هم نداشتم از اون به بعد. ترس، این مسئله ترس چیزیه که منم الان با این هیکلم وقتی یه جا میرم یه خود تاریکه، یه خود خلوته، میترسم. بعضی محیطا رو بهم میگن آقا خیابون فلان اگه میری حواست باشه. شما تو جامعه که رفتید در جامعه ایران نترسیدید؟ دخترایی که از آمریکا رفتید آرایشاتون قشنگه، شاید روسریتون هم زیاد نباشه. برمیگرد به خود کالچر ایرانی. من واقعا انقدر راحت نبودم هیچ جای دیگه که تو ایران بودم. مثلا توی خیابون را میره همه ایرانی ها دور و بر آدم هستن، حتی از همون طور که سربناز گفت ایدز پیشنت همون کالچر ایرانی اون مهمون نوازی رو که دارن واقعا آدم احساس راحتی میکنه، احساس میکنه توی خونه خودشه. بچه ها بیه جلو یه چیزی خصوصی بگم، حالا جلو دوربین مثلا هر کسی، واقعا این تجربه‌ای که کردید ارزش داشت؟ دو ماه سه ماه وقتتون ول کردید رفتید در جاهای خیلی دور که از درستون و همه چیزتون رو عقب افتادین؟ خیلی 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 ارزش داشت. یکی از بهترین اکسپیرینس های هممون رو تونم بگم زندگی. واقعا بله همم و من تا از قدر دیگرانم که بودن ده نفری هم که یکی از بهترین اکسپیرینس هاش بود. من اتمن توی آینده وقتی که پزشک شدیم برمیگردیم به ایران و قشنگ ببینید من چون این تریانگل رو تمام ماجراشو میدونم و میدونم که یک مؤسسه است که شخصا کار میکنه و به هیچ
قسمتی و هیچ کسی و هیچ دولتی وابسته نیست. همه اینا رو میذارم ولی سعی کردم شماها رو یه خورده قلقلکتون بدم ببینم یک ذره ناراحتی در وجودتون بوده یا نه. و این قیافه بشواش، این نازنینی که هستید، شما فرشتگان کوچولویی هستید که واقعا براتون ارزش قائل هستید. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از شماها. خیلی متشکرم. فرشتگان